دوستان محترم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سینا توکلی هستم، مسئول واحد آموزش توانبخشی و سلامت خانواده انجمن اوتیسم ایران. تحصیلاتم تو حوزه کاردرمانی و دکترام تو حوزه در حال تحصیل در حوزه روانشناسی کودکان استثنایی هم. و اگر بخوام در مورد اختلال طیف اوتیسم برای عزیزان صحبت بکنم خیلی کوتاه، باید اینطور بگم: یک اختلالی که درمان قطعی نداره و هنوز علتش ناشناخته است و روز به روز داره به تعداد افرادی که کودکانی که به اختلال طیف اوتیسم مبتلا میشن بیشتر میشه. این مسئله که امروز در ایران تقریبا آمارها 1 به 100 تولده و در دنیا این عدد بیشتره، به خاطر اینکه بروز یا شناسایی اختلال طیف اوتیسم در دنیا بیشتر و بهتره و علم پزشکی در حوزه قبولگری و تشخیص اقلا از ایران بهتره و خانواده ها با دلیل شناختی که دارن در دنیا زودتر سراغش میرن. این آمار تو کشورهای مختلف دنیا ممکنه به 1 به 50، 1 به 60 برسه و تو ایران ما به 1 به 100 تولد رو داریم. این تقریبا یک آمار تکون دهنده است، یعنی از هر 100 تولد زنده ما در کشور خودمون که سالانه حدوداً 1 میلیون در واقع کودک متولد میشن، 1% اینها به اختلال طیف اوتیسم مبتلا میشن و این نگران کننده است، به این دلیل که خیلی وقتا این تشخیص ها دیر اتفاق میفته، هزینه توانبخشی بچه های طیف اوتیسم بالاست. ما گفتیم که درمان اختلال طیف اوتیسم در دنیا وجود نداره، درمان دارویی و قطعی برای این اختلال نیست، اما توانبخشی و آموزش کمک میکنه به این بچه ها که بتونن در واقع عملکردهایی که از دست دادن یا به دست نیاوردن رو به دست بیارن. یکی از بارزترین ویژگی های اختلال طیف اوتیسم اینه که بچه ها معمولا نقص تو ارتباط و تعامل دارن و به دنبال همین نقص در ارتباط و تعامل کلام ممکنه نداشته باشن. 30% از بچه های طیف اوتیسم تو بزرگسالی کلام ندارن، ارتباطات اجتماعی محدودی دارن، رفتارهای کلیشه ای دارن و اینا همه اون مواردیه که باعث میشه اوتیسم در دسته معلولیت های روان دستبندی بشه و ما با یک اختلال لوکس طرف نیستیم، یک نقص کوچیک نیست و بچه های طیف اوتیسم اگر توانبخشی و آموزش درستی رو دریافت نکنن ممکنه در سنین نوجوانی و جوانی یا حتی همون سنین 7 سال به بالا یک کودک معلول در خانواده باشن که نیاز به مراقبت داشته باشن، نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشن و این به اصطلاح نگران کننده است. در کشور ما به اصطلاح کاردرمانی، گفتاردرمانی، رفتاردرمانی، بازیدرمانی، اون مداخلات شناختی که باید برای بچه های طیف اوتیسم اتفاق بیفته به درستی پوشش دهی بیمه نمیشه، هزینه های درمان بالاست و متاسفانه خانواده در امروز باید هزینه های بین مثلا 8 تا 10 تا 12 میلیون تومان رو در ماه برای درمان بچه های طیف اوتیسم بپردازن برای یک درمان حداقلی. این جدای از در واقع هزینه های انرژی، هزینه های ترانسفر، هزینه های دیگه‌ای که به خانواده های طیف اوتیسم تحمیل میشه، مثل ترک از کار که برای پدر و مادر اتفاق میفته و تو این شرایط فعلی جامعه که معمولا زن و مرد باید در کنار هم دیگه کار بکنن، یکی از والدین برای نگهداری و مراقبت از بچه‌ها ممکنه شغلشون رو از دست بدن و این آمارها خیلی زیاده و ما تو انجمن تقریبا نزدیک به 7500 عضو شناسایی شده، رجیستر شده داریم که اگر بچه های بالای 7 سال رو در نظر بگیریم خیلی اینها دچار معلولیت شدن، نیاز به حمایت های ارزم به خدمتتون. متاسفانه حالا دولت در ایران خیلی در واقع درمان و توانبخشی بچه های طیف اوتیسم رو حمایت نمی کنه و انجمن اوتیسم ایران ارگانیه که تو سالهای اخیر اومده و در کنار خانواده ها هم برای توانبخشی بچه های زیر 7 سال بسته هایی رو طراحی کرده و به اصطلاح هزینه درمان بچه ها رو داره میپردازه. همین که عرض من یه لحظه دوربینم رو قطع کردم، عذر میخوام، همین که داره برای بچه های طیف سنین بالاتر، یعنی بچه هایی که 7 تا 12 سالن و 12 سال به بالا هستن، هم در واقع بسته هایی رو تدارک دیده و داره کمک میکنه به درمان و توانبخشی این بچه ها و ما ماهانه فکر میکنم نزدیک به امروز 500 و عدد دقیق بهتون بگم 550 بچه رو داریم مستقیما حمایت میکنیم درمان و توانبخشیشون رو و به صورت غیر مستقیم عرض کردم که بیش از 7000 نفر دارن از خدمات انجمن اوتیسم ایران بهره میبرن. نکته ای که
در بحث اوتیسم اینه که اگر در سنین پایین، یعنی در سنین 3 تا 5 سال، ما اقدامات درستی رو انجام بدیم، اقدامات جامعی رو انجام بدیم، میتونیم در سنین بالاتر شاهد اون پیشرفت در بچه باشیم، کاهش معلولیت باشیم، بچه‌ای باشیم که به مدرسه میرن، بچه‌ای که دانشگاه میرن، بچه‌ای که در واقع در جامعه به اصطلاح حالا خارجی ها تلفیق میشن در کنار سایر بچه ها. و اگر هرچقدر دیر به جنبیم، دیر اقدامات رو انجام بدیم، مداخلات به درستی و جامع انجام نشه، ما در سنین بالاتر چالش های بسیار بسیار جدی رو داریم. و یکی از نیازهایی که به انجمن اوتیسم ایران تو این سالها داره مطرح میشه، مراکز نگهداری برای بچه‌هایی که به اصطلاح سنین بالا رو دارن و نوجوانن و تو دنیا در واقع این مراکز نگهداری برچیده شده، اما ما تو کشور خودمون مجبوریم که این مراکز نگهداری رو راه اندازی بکنیم، داشته باشیم مراکز آموزش و نگهداری رو، چون بچه‌های طیف اوتیسمی که در کشور ما در سنین بالا درگیر معلولیت میشن، یعنی اون شدت معلولیتشون خیلی بیشتر از حالا کشوری مثل بریتانیا، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشورهای پیشرفته اروپایی، چون اونها از سالهای ابتدایی اقدامات درست و جامعی رو انجام میدن و کمتر در سنین بالا ما شاهد معلولیت تو بچه های طیف اوتیسم هستیم. من دوست دارم این مقدمه کوتاه رو گفتم، شما سوال بپرسید و به سوالاتتون پاسخ بدم، هم در مورد کارهایی که انجمن اوتیسم ایران داره انجام میده، هم در واقع در مورد علائم اختلال طیف اوتیسم و به اصطلاح نشانه هایی که بچه ها در سنین مختلف ممکنه داشته باشن. آقای دکتر لطف میکنین صحبتاتون رو تموم بکنین که ما ویدیو کلیپ هم داشته باشیم انشاءالله آخر برنامه، ضبطی که خاموش کردیم دوستان سوالاشون رو بپرسن. بله حتما. اگه میخوانی خانم غفاری هم پشت سرتون هر موقع تموم کردین صحبتشون رو بکنیم، کلیپمون برای روی یوتیوب هم کلیپ خوبی باشه. بسیار عالی. من چند تا نکته رو اضافه بکنم در مورد خدمات انجمن حداقل در یک سال گذشته. انجمن اوتیسم ایران تو یک سال گذشته عرض کردم خدمتی رو به بچه زیر 7 سال طیف اوتیسم شروع کرده در قالب طرح پنجره که با کمک حامیان انجمن اتفاق میفته و اون در واقع حمایت کامل از درمان و توانبخشی بچه های طیف اوتیسم، یعنی هزینه خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی، رفتاردرمانی، بازدیدرمانی و مداخلات شناختی بچه ها رو انجمن کاور میکنه در کلینیکایی که انجمن داره. ما در شهر تهران 3 کلینیک رو داریم برای بچه های زیر 7 سال، 2 کلینیک برای بچه های بزرگ سال داریم و در شهرهای ارومیه، لرستان، خوزستان، کرمان و استان سیستان و بلوچستان کلینیکایی رو دایر کردیم و داریم به بچه های طیف اوتیسم نزدیک به 550 تا بچه سرویس مستقیم میدیم. تمامی اعضای انجمن اوتیسم ایران خدمات سلامت روان رو که شامل ویزیت روانپزشک بزرگسال و جلسات روان درمانی به صورت رایگان دارن از ما دریافت میکنن. ویزیت فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان برای اعضای انجمن اوتیسم ایران تقریبا داره به صورت رایگان اتفاق میفته. دوره‌های فرزندپروری یا آموزش‌هایی که به اصطلاح لازمه برای بچه‌هایی که مشکلات نور دیولپمنتال دارن، علاوه خصوص بچه‌های طیف اوتیسم، داره به صورت رایگان تو انجمن اوتیسم ایران برای خانواده‌ها انجام میشه. و تو این سال‌ها ما ارتباط خوبی رو با سازمان‌های جهانی داشتیم. حالا خانم غفاری در مورد موضوع توضیح میدن که در واقع مقام مشورتی رو در سازمان ملل داریم و پروژه‌های مشترکی رو با سازمان بهداشت جهانی اجرا کردیم. پروژه‌ای به اسم هلپلاین با شماره 021-480-85-30 که هر عزیزی میتونه از 8 صبح تا 10 شب تماس بگیره با این شماره و مشاورین ما در حوزه‌های بحث‌های علائم اختلال طیف اوتیسم در مورد مراکزی که عزیزان در کشور به دنبال اون مراکز هستن، از جنس مدرسه، کلینیک، مرکز نگهداری، آدرس پزشک متخصص و اینها رو میتونن دریافت بکنن به صورت رایگان. و همینطور مشاورای حقوقی، مشاورای بلوغ، مشاورای رفتاری رو ما در مرکز هلپلاین که با پروتکل‌هاش رو در واقع با سازمان بهداشت جهانی نوشتیم و دکتر جعفر حسین که دبیر منطقه WHO هستن در ایران این رو افتتاح کردن ارائه میکنیم. یه سرویس دیگه‌ای که تو انجمن داره ارائه میشه در یک سال گذشته بحث تلریهب یا توانبخشی از راه دوره برای خانواده‌هایی که به کلینیک‌های معتبر دسترسی ندارن، یعنی در شهرهای دورافتاده هستن، از نظر مالی در واقع در مضیقه‌ام و در شهر یا استانشون کلینیک توانبخشی معتبر نیست و ما به صورت توانبخشی آنلاین رو خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی رو بهشون ارائه می‌کنیم و باز این خدمت از اون جنس خدماتیه که رایگان داره به خانواده‌ها ارائه میشه. و برای بچه‌های بزرگسالمون هم برنامه‌هایی رو داریم و در آینده نزدیک در واقع سرویس‌های انتقال به بزرگسالی برای بچه‌های نوجوان و بزرگسال ما اتفاق می‌افته و
انجام میشه. و یه اتفاقی هم که تو این سالها تو در واقع انجمن اوتیسم ایران داره میفته، خدماتیه که ما به خانوادهایی که خارج از کشور هستن داریم میدیم، چون خیلی از کشورهای دنیا دسترسی به فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان سخته و طولانی مدت نوبت داده میشه و خانواده ها به دلیل اون زبان فارسی که در خانواده هست دوست دارن که در واقع گفتار درمانگر یا رفتار درمانگر به زبان فارسی با بچهشون کار کنه، دوست دارن که زبان اولی که بچه یاد میگیره زبان فارسی باشه. ممکنه تا 2 سال 3 سال 4 سالگی بچه ایران بوده باشن، بعد رفتن اونجا برای بچه طیف اوتیسمی که الان 3 سالشه، 3 سال ایران بوده و بعد مهاجرت کرده به هر کشور دنیا، خیلی پیچیده است که بخوان زبان دوم رو شروع کنن و ما مجبوریم با زبان اول کار بکنیم با بچه، زبان اول شکل بگیره و بعد زبان دوم رو با بچه کار بکنیم. و ما به خیلی از عزیزانی که خارج از کشور هستن و به اصطلاح نیاز دارن که با متخصصین در ایران در ارتباط باشن و براشون اتفاق راحت تره و ارتباط اجتماعی بهتری رو با اون متخصص میگیرن، یا نیاز دارن با والدینی که در ایران هستن، والدین با تجربه هستن، یا به اصطلاح طرحی که مام تو مام تو انجمن نامگذاری شده، مادر برای مادر و مادران با تجربه به مادران جوان و مادرانی که تازه علائم اوتیسم رو در بچه‌هاشون مشاهده کردن، مشاوره هایی رو میدن. و ما در واقع تلاشمون اینه که به ایرانیان خارج از کشور همین خدمات رو بدیم. درسته که عزیزانی که خارج از کشور هستن ممکنه از نظر مالی متمول‌تر باشن، نیاز نداشته باشن و به اصطلاح اولویت ما از نظر بحث‌های مددکاری و مالی حمایت از خانواده‌ای باشه که در مناطق محروم کشورمون هستن. اما خب خانواده‌ای که خارج از کشور هستن گاهن مستأصل‌ترن، گاهن دسترسی به خدمات تو خیلی از کشورها براشون سخت‌تره، هنوز در پروسه‌های بیمه در کشور مقصدی که رفتن مهاجرت کردن قرار نگرفتن و نمیتونن از خدمات دولت و بیمه در اون کشور استفاده بکنن. و ما سعی میکنیم که در واقع این عزیزان هم در کشورهای مختلف کاور بکنیم، کمکشون کنیم، کنارشون باشیم. خیلی ها برای درمان در واقع بازه‌های 2 ماهه، 3 ماهه، 4 ماهه رو میان ایران و مجدد برمیگردن و این در واقع سرویسیه که داره ارائه میشه. من عرضم رو خانم دکتر غفاری اگه اجازه بدید تا اینجا به اصطلاح استوب بکنم، شما بحث رو ادامه بدین و معرفی انجمن و کاری که داریم انجام میدیم و در ادامه خدمت دوستان باشیم. بله، خیلی ممنونم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خیلی خیلی خوشحالم که یه همچین فضایی فراهم شد تا باز هم برای هموطنان عزیزمون در هر کجایی که هستن از اوتیسم بگیم و از مشکلات و چالش ها. ابتدای این جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع شد که من رو برد به عالمی که استاد بزرگواری داشتیم، استاد محمد علی صالح غفاری، و ما هر هفته در معیت ایشون ساعاتی رو به قول شیرین سخنی که میگفتند سر سفره قرآن بودیم، میخوندیم، میشنیدیم و هم ترجمه میشد، هم گاهی به تأویل آیات هم پرداخته میشد که واقعا معجزاتی هست در این کلام که خداوند بر پیغمبرش نازل کرد. خیلی خوشحالم شب یا روز یا اوقات همگی به خیر. توضیحات مفصلی رو آقای دکتر توکلی گفتند و هممون شنیدیم. ما تمام تلاشمون این هست که خانواده های اوتیست در هر کجایی که هستند بتونند از خدمات بهتری، از خدمات مؤثرتری و از شرایط بهتری در جامعه بهره‌مند بشن. و برای همین هدف اصلی انجمن رو گذاشتیم آگاهی بخشی به جامعه. بسیاری از دغدغه های خانواده های ما به دلیل عدم شناخت جامعه هست، به دلیل قضاوت هایی هست که مردم عزیزمون نه شاید خواسته ناخواسته به دلیل نشناختن این اختلال انجام میدن، انگ هایی که زده میشه و خود خانواده ها هم متاسفانه چون شناخت ندارند به شدت مقاومت میکنن در پذیرش این حقیقت که خداوند فرزند اوتیسمی رو به اونها عطا کرده و باید برای این اختلالی که تا همین الانی که ما خدمت شما هستیم مادام العمر محسوب میشه، برای این اختلالی که به شدت هزینه بره و برای این اختلالی که
یکی از پیچیده ترین اختلالات دوران رشدی تکاملی هست تو فاز پذیرش باشند و تلاش بکنند که در کنار خدمات توانبخشی در منزل هم آموزش هایی رو ببینند و با فرزندشون کار بکنند. نکته دومی که آقای دکتر اشاره ای داشتند امر در حقیقت مطالبه گری هست. در امر مطالبه گری یا ادوکیسی ما از ابتدای کار شرایطی رو فراهم کردیم تا بتونیم صدای جامعه اوتیسم ایران باشیم برای مجامع حاکمیت و برای مسئولین محترم. من متاسفانه امشب نتم خیلی ضعیفه، هر یکی دو بار تلاش کردم که ویدئو روشن کنم کلن موفق نشدم، برای همین پوزش بنده رو بپذیرید از اینکه امکان تصویر رو برای شما نمیتونم فراهم بکنم. سه سازمان اصلی شناخته شده در ایران: وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و وزارت رفاه که زیر مجموعهاش سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی هست، به علاوه 20 سازمان دیگر که همگی بایستی برای این اختلالی که چند وجهی هست، اختلالی که یک تعامل همه جانبه حاکمیت رو میخواد که رسیدگی کنه به مسائل آموزشی، درمانی، توانبخشی، فرهنگی، اجتماعی و حوزه آسیب، بنابراین ما نیازمند یک تجمیع از سیاست گذاری هستیم در حاکمیت کلان که توجه کنه به این اختلالی که هر روز از طرفی داره بر آمار متولدین افزوده میشه، از طرفی هم حداقل در ایران فرزندان ما دارن وارد حیطه بزرگسالی میشند که مستأصلاً در شناخت این اختلال در بزرگسالی بعد از بلوغ، چالش هایی که ما به شدت خانواده ها مواجهن بعد از بلوغ در امور مرتبط با امور حقوقی مثل حضانتشون، مثل وضعیت از کار افتادگی، مثل وضعیت بیمه، مثل وضعیت ارث، مثل بزرگترین سوالی که بارها با خودشون تکرار میکنند که اگر ما نباشیم یک فرزند عادی میتونه زندگی مستقل خودش رو اداره بکنه، حتی اگر فرزند کمتوانی باشه با معلولیت جسمی حرکتی قطعا خانواده اون رو میتونه نگهداری بکنه، اما واقعا نگهداری از یک فرد بزرگسال اوتیسمی که هم وزن بالایی پیدا کرده، هم احتمالاً به هم ریختگی هاش عدیده شده، برای حتی نزدیکترین فرد خانواده که میتونه خواهر یا برادر باشه هم تقریباً غیر ممکنه. بنابراین ما با چالش های زیادی مواجهیم در سیستم دولتیمون و تلاشمون رو میکنیم که مسئولین عزیزمون هرچه بیشتر با این مقوله آشنا بشن و قطعاً وقتی میبینیم که این آگاهی به یک سطح از همکاری میرسه که امیدوار باشیم تغییرات مدیریتی در اون سیستم حاصل نشه، ما امکان همکاری رو در دوستان میبینیم. از طرفی ما مراکز جامع ارائه خدمات برای خانواده های اوتیسم و فرزندان به شدت و به ندرت کم داریم در ایران، بنابراین یکی دیگه از برنامه های انجمن ایجاد و ساخت مراکز الگوی جامع ارائه خدمات هم که این خدمات هم خدمات آموزشی باشه، هم درمانی باشه، هم توانبخشی باشه، هم قربال و تعیین سبک باشه، هم آموزش باشه برای خانواده، آموزش باشه برای درمانگر که قرار هستش در کل کشور با این فرزندان کار بکنه که کار به شدت سخت، دشوار و نیاز به شناخت و تجربه داره. فردی که درمانگره باید کار با فرد اوتیسم کودک یا بزرگسال اوتیسم رو به خوبی بلد باشه، غیر از علمی که داشته باشه، و هم اینکه این مراکز بتونیم در مهارت آموزی و حرفه آموزی برای بزرگسالان هم فعالیت هایی رو انجام بدیم. بنابراین پس یکی از برنامه های دیگر انجمن اشاعه و ترغیب خیرین هست به ساخت مراکز این چنینی. ما شاهد ساخت مدارس اوتیسم الان در ایران هستیم، خیلی خیرین رغبت بیشتری پیدا کردن، اما مدرسه
یک بخشی از این نیاز هست. خیلی از فرزندان ما متاسفانه نمیتونن وارد مدارج عالیه آموزشی، حتی از دوران ابتدایی تا راهنمایی و بعد وارد مراحل دانشگاهی بشن. به عنوان یک سازمان مردم نهاد بسیار بسیار خواهش میکنیم که مردم ایران این سازمان ها رو به خوبی شناسایی بکنن و همون جور که باز در صحبت ها ارائه شد انجمن هایی هستن مثل انجمن اوتیسم ایران که گستره فعالیتشون رو تونستن با عمر کمشون که 9 سال از خدمت ما میگذره برسونن به اخذ مقام مشورتی از سازمان ملل و بتونن در حیطه های بین المللی ارتباطاتی بگیرن. اوتیسم در ایران بحث نوعیه، به شدت نیازمند ارتباط با مجامع بین المللی در حوزه تحقیقات، در حوزه آموزش، در حوزه تبادل تجربه، بازدید از مراکز، الگوگیری و در حقیقت ارتباط با خانواده های عزیزی هستیم که خارج از ایران زندگی میکنن. امیدوارم برنامه های این چنینی شرایط رو فراهم بکنه برای این تبادل تجربه و قطعا ما در ایران به شدت نیازمند توجه و رسیدگی هستیم به این طیف از اختلال که همچنان شاید بالغ بر 30% جامعه ایران این اختلال رو بشناسن و ما نیازمند شناخت بیشتر 70% مردم هستیم و تازه بعد از لایه اولیه آگاهی، لایه شناخت و عمیق شدن درک از نیازهای خانواده ها رو داریم که تعریف کردیم به عنوان جامعه دوستدار اوتیسم. هر صنفی از هر مقوله‌ای در خدمت رسانی میتونه عضوی از جامعه دوستدار اوتیسم باشه، کسی که فعالیتش در حوزه بیزینس فروشگاه هست، کسی که در حقیقت تو حمل و نقل کار میکنه، کسی که آرایشگاه داره و هر نوع خدمتی برای بچه اوتیست در بخشهای درمانی، بهداشتی، فرهنگی، پارک، نمیدونم تفریحات، همه اینها اگر اوتیست رو بشناسن و پذیرش خوبی برای فرزندان ما داشته باشن عضوی از این جامعه دوستدار اوتیسم هستم. بیشتر مصدق اوقاتتون نمیشم، در خدمتتون هستیم. اگر سوالی باشه خوشحال میشیم که ارائه خدمت هم به عزیزانمون در این بخش بدیم. با تشکر. آقای دکتر توکلی لطف میکنین یه اوورویوی از اوتیسم بدین؟ ممنون میشیم. آقای دکتر توکلی؟ بله در خدمتتون هستم. من دقیقا چه توضیح بدم؟ بفرمایید. در مورد هم بیماری اوتیسم اگه شما یه اوورویوی بدیم به دوستان ممنون میشیم، قبل از اینکه من استاپ کنم دوستان بتونن شروع کنم به سوال. خواهش میکنم. من ابتدای عرایزم فرمودم اوتیسم یه اختلال عصب رشدیه، تو 3 سال اول زندگی اتفاق میفته و علائم اصلیش نقص در ارتباط و تعامل اجتماعیه و رفتارهای کلیشه‌ای. بچه های تیف اوتیسم اگر درمان رو دریافت نکنن، توان بخشی دریافت نکنن، ممکنه در سنین بعد از 5 سالگی کلام نداشته باشن، رفتارهای تکراری داشته باشن مثل بالبال زدن، دور خودشون چرخیدن و رفتارهای از این جنس. ارتباط چشمی تو این بچه ها ممکنه پایین باشه، دوستیابی تو این بچه ها سخت باشه، تحصیل ممکن نباشه برای این بچه ها. حتی توی اوتیسم سطح 3 یا اوتیسم شدید ما ممکنه بچه ها رو داشته باشیم که برای نیازهای اولیه‌شون یعنی غذا خوردن، لباس پوشیدن، سرویس بهداشتی رفتن هم نیاز به مراقبت و حمایت داشته باشن. حالا تو اوتیسم عملکرد بالا و اونجایی که بچهای تیف اوتیسم علائم کمتری رو دارن، ما چالش‌هایی رو در مدرسه، در دوره نوجوانی، در دوره جوانی داریم از جنس ارتباط و تعامل. اما خب تو مثلا کشور بریتانیا من آماری که دارم که در واقع انگلیس منتشر کرده، تنها 12% از بچه‌های تیف اوتیست در بزرگسالی در انگلستان مستقل هستند. یعنی ما حتی در کشور پیشرفته‌ای مثل انگلیس هم با وجود مراکز متعدد و پیشرفت ان و انجمن هایی که شاید 50 سال زودتر از ما شروع به فعالیت کردن، ما 88% از بچهای طیف اوتیسمون در سن بزرگسالی مستقل نیستن و در طیف متوسط و شدید دستبندی میشن و این آمار قطعا 12% تو ایران
عدد پایین تری نسبت به آمار، و امیدواریم که ما در واقع بتونیم بچه های طیف اوتیسم مستقلتر و به اصطلاح با حمایت های کمتری رو در بزرگسالی داشته باشیم. این توضیحات کلی من. خیلی ممنون آقای دکتر اسکندری، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. من البته ببخشید چون میتونم دوربینم باز کنم، چون سمی بصری که بشه من بهتر متوجه میشم. اگر آقای دکتر و خانم دکترم بتونن